تو این سناریو میخوام یک کانفیگوریشن ساده رو برای نتورک سکیوریتی انجام بدم. یه روتر اینجا داریم و یک پی سی از طریق کابل کنسول بهش متصل شده. اگر من وارد ترمینال بشم، اوکی کنم، من داخل روتر هستم. اگه دستور شوران رو یا شوران کانفیگ رو من بزنم، ببینید که هیچ پسوردی ست نشده و به راحتی هر کس میتونه از طریق پورت کنسول وارد روتر بشه. پس از نظر سکیوریتی و امنیت خیلی ضعیف هستش این روتر. برای اینکه ما بتونیم پسورد ست بکنیم برای این روتر، این کار رو باید انجام بدیم. البته پسورد هم انواع مختلفی داره که در ادامه من راجع بهش توضیح خواهم داد. خب پس بذارید من اگزیت بزنم که از اول وارد بشم. اگه من اینجا بخوام توی مود پریویلیج برم، دستور انیبل رو بزنم، وارد پریویلیج میشم و میبینید در راحتی تونستم وارد این مود بشم. پس بنابراین از امنیت و سکیوریتی خوب نیست. هر کسی میتونه وارد پریویلیج مود بشه و دستکاری کنه روتر رو. اول این تغییرات لازم رو من بتونم انجام بدم، وارد کانفیگوریشن ترمینال میشم و برای شروع من اول دیسیبل میکنم DNS لوکاپ رو و دستور نو IP دومین لوکاپ استفاده میکنم. تو این حالت تو قسمت بعد میخوام پسورد ست بکنم و دستور enable secret. ببینید من enable رو question mark رو بذارم، enable secret دارم و یک enable password دارم که تو قسمت secret از نظر دقیقت امنیتی لیولش به مراتب بالاتر از پسورد هست که من براتون توضیح میدم چه فرقی میکنه. بذاریم اول پسورد من اینجا ست بکنم بهتون نشون بدم. پسورد مثلا سیسکو. خب اتفاقی که اینجا میفته، اگزیت من بزنم، بخوام تو مود پریویلیج برم، enable رو که بزنم یا به طور خلاصه این رو بزنم، پسورد ازم میخواد. اینجا من باید سیسکو رو بزنم. حالا اگر من دستور شوران رو بزنم، شوران، ببینید اینجا نشون میده که من اومدم enable secret رو انجام دادم و پسورد رو هم نشون میده. پس بنابراین از امنیتی خوب نیست. کسی که کنار دست من نشسته متوجه میشه من چه پسورد رو ست کرد. پس بهتر من پسورد رو در حقیقت مدلش رو عوض کنم، برم توی سیکرت. اینجا دوباره میرم config enable، به جای enable password enable secret رو میزنم، enable secret class مثلا. خب exit بزنم، enable، اینجا password ازم میخواد، میزنم class، وارد router شدم. حالا اینجا من اگه شوران استفاده کنم، ببینید enable secret رو اومده چیکار کرده؟ عمل کریپتوگرافی رو انجام داده، پسورد من encrypt شده اصطلاحاً و کسی هم که کنار دست من نشسته دیگه نمیتونه متوجه بشه این پسورد چی هست. پس enable secret خیلی پسورد قوی و محکمی هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم.
حالا تو این قسمت میخوایم در حقیقت پسورد ست بکنیم برای لاین کنسولمون، یعنی هر کس که از طریق پی سی میخواد وصل بشه به روتر، روتر ازش پسورد بپرسه. خب توی کانفیگ مود میرم الان کانفتی و میزنم لاین کنسول زیرو. خب علامت سوال رو که من اینجا بزنم، شیفت علامت سوال، پسورد، سد پسورد، پس اینجا میزنم پسورد مثلا سیسکو، دستور لوگین رو میزنم اکسیت. خب چه اتفاقی میفته؟ اگزیت، اگزیت، اومدم به طور کامل بیرون از روتر. حالا برای اینکه من بتونم وارد روتر بشم، روتر از من پسورد میپرسه، یعنی میگه که پسورد تو به من بده، تو که میخوای از طریق کیبل کنسول به من وصل بشی پسورد تو به من بده. پسورد من ببینید هر چی دیگه بزنم قبول نمیکنه. سیسکو رو که من تایپ بکنم دیگه وارد روتر میشه. اینجا من انیبل رو بزنم، اینجا پسورد ازم میخواد که برم توی پریویلیج مود. پسورد من بود کلاس، یه شوران بگیرم ببینم که چه اتفاقی افتاد. خب ببینید اینجا پسورد رو که من اومدم تعریف کردم بازم برای من نشون میده که پسورد من چی هست و اینم از امنیتی خوب نیست. پس یه کار دیگه من انجام میدم. اجازه بدید قبل از اینکه این کار رو انجام بدم بیام برای تلنت هم پسورد ست بکنم، یعنی کسی بخواد از طریق یه مسیر دور و از طریق تلنت بخواد به روتر دسترسی پیدا بکنه، باید این تنظیمات رو انجام بده. میرم تو لاینه، اول توی کانف ترمینال بعد برم توی لاین تلنت که میشه لاین ویرچوالم در حقیقت. اگر شیفت کوشن مارک رو من بزنم اینجا میبینید دیگه VTY و شیفت علامت سوال رو بزنم، اینجا برای من نشون میده که 0 تا 15، یعنی تا 16 نفر رو من میتونم تعریف بکنم که بتونن از طریق تلنت به روتر دسترسی داشته باشن. من تعریف میکنم بین 0 تا 4، یعنی نهایت 5 نفر بتونن از طریق تلنت به روتر دسترسی داشته باشن. خب اینجا هم دوباره پسورد من ست میکنم همون سیسکو، دوباره لوگین و اگزیت. خب چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر یک کامپیوتر دیگه مثلا این لپتاپ از طریق این کیبل متصل بشه به پورت فست اینترنت روتر، آی پی این کامپیوتر هم باشه 192.168.1.2، سابنت ماسکش هم 3255، و برای این روتر رو هم من باید آی پی تعریف بکنم دیگه. پس میرم تو کانفتی اینترفیس پس اینترنت /0 بود اگه اشتباه نکنم، یه نو شات داون میزنم، ببینید که استیتش عوض شد، اومد لاین پروتکلش آب شد و آی پی من ست میکنم، آی پی ادرس 192.168
یک یک سابنتش هم 3255 0. اوکی خب پین میکنم ببینم همون میبینن. پین 192 168 یک یک request timeout میده. بذار من چک بکنم ببینم آی پی رو چی ست کردم. 1.2 من ست کردم آی پی رو. این اوه دی اچ سی پی استاتیک 192.168 1.2 سابنت ماسکشم 3255 0. آی پی این رو هم ما چند داده بودیم؟ شوران صد و نود و دو صد و هفتاد و هشت یک یک. بذارید پس آی پی ادرس پی سی رو میدم 192 178 12 که همو بتونم ببینم. 192 178 12. اوکی بسیار پین میکنم حالا. پین 172 178 11. حالا همو تونستم پینگ بکنم. کاری که کردیم به عمل ترابل شوتینگ هم انجام دادیم. دیدیم پینگ نمی کنن. دنبال مشکل در حقیقت دنبال این بودیم که ایراد کار چیه. دیدیم که آی پی توی یک رنج نیستن. و الان هم رو به راحتی میتونن پینگ کنن. حالا تلنت دستور تلنت رو من اینجا بزنم ببینم چه اتفاقی میفته. تلنت ببینید که از طریق تلنت تونستم به روتر وصل بشم. من پسورد میخواد. پسوردش هم گذاشتم کلاس سیسکو. فکر کنم سیسکو گذاشتم پسورد. درسته. آره پسورد گذاشتم سیسکو اینیبل کلاس. بسیار عالی. پس من الان وارد روتر شدم. اگر شوران رو اینجا بزنم به راحتی میتونم داخل روتر رو ببینم. یه نکته که هست اینجا ببینید توی لاین VTY که پسورد من سیت کردم پسورد در من مشخصه اینجا چیه. سیسکو. یعنی هر کی کنار دست من نشسته باشه متوجه میشن پسورد سیسکو رو من سیت کردم برای هم لاین VTY و هم کنسول. خب این ایراده. برای اینکه این رو بتونیم اینکریپتش کنیم میایم از دستور سرویس پسورد اینکریپشن استفاده میکنیم. من میرم توی کانتی دستور سرویس. اگر دستور یادتون نیامد از شیفت کوشن مارک میتونید استفاده کنید. پسورد انکریپشن که میگه انکریپت میکنه پسوردتون رو. پسورد پی رو بزنید و بعدش تب رو دیگه خود دستور میاد. خب کنترل زی شوران رو که من بزنم اینجا میبینید که دیگه این پسوردهایی رو تعریف کردیم برای کنسول و تلنت. دیگه مشخص نیست که سیسکو هستش. اومد اینو اینکریپت کرد. البته اینکریپتی که انجام داد توی محیط پلین تکست هست که اینو تو جلسه بعدی من براتون توضیح میدم که اینم خالی از اشکال نیست. یعنی کسی که هکر باشه میتونه به راحتی این پسورد رو هک بکنه. خب این کارهایی بود که برای
سکیوریتی بیسیک برای هر روتر و سویچ لازم است. و در نهایت من میمه دستور کپی running config to startup config استفاده میکنم که این کانفیگوری رو که توی در حقیقت رم روتر انجام دادم سیو بکنه توی NVRAM.